ثابت صاحب بحث بلا تاسو را پیل کړو. باور لري امریکا خو ویلي دي چې نعمت روان گوینده پیشین خبرها و برنامه های سیاسی طلوع نیوز حوالی ساعت 10:30 پس از چاشت روز پنجشنبه در جاده یک طرفه در نزدیک چوک احمد ولی خان در حوزه 14 شهر کندهار در داخل موترش به قتل رسید. عامر امنیت شهر کندهار میگوید نخست مردی موتر وی را متوقف ساخت و با وی مشغول صحبت کردن شد و سپس یک مهاجم موترسایکل سوار بر سر نعمت روان شلیک کرد. به گفته مسئولان مردی که موتر آقای روان را متوقف ساخته بود با مرد مهاجم از محل فرار کرده است، اما تلفن همراه و پولهای آقای روان را نبردند. در شهر منز که دست ترور کردی در کار چکره مرد افغان که سپت دولت سخده اشتانه دستی کم مجرمین دی که دی اقدام مکی. نعمت روان که پس از 4 سال کار در طول نیوز 3 هفته پیش از این رسانه استعفا کرد به حیث آمر دفتر رسانه های وزارت مالیه گماشته شده بود. او 12 روز پیش برای گرفتن اسناد تحصیلیش به کندهار رفته بود. دیر پیوخ اخلاق سرا امکانان سرا دلت خرابیا کولا طول سرا بطوکی کولی او دی زمانگ امکانان ندی دی خپلا دی 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 سیاسی خپراونو دا کم اوتاق شد دیز دینا پیل تر نور زای پر نور هم کردن ده به طول ده اکازوی ویل یعنی بچه کاکا چطور استی چه طول ده لده مشهور پر نوم ده بچه کاکا نو ده روان سای پر اکلا چهار سم رمونگ وی دیر کم دی. نعمت روان فارغ دانشکده ژورنالیسم دانشگاه ولایت کندهار بود. او پس از پایان دانشگاه در حالی که خانواده اش در زابل زندگی می کرد به کابل آمد. او در 4 سال کاریش با طول نیوز در برنامه هایش به جنگ، صلح، مبارزه با فساد، حقوق بشر و چالش های اجتماعی شهروندان می پرداخت و گاه هم مسئولان حکومت را با پرسش های سختش به چالش می کشید. ولسمشر په طرحه کې د اوربند څه هم شامل دی. همدغه د اوربند غشتلم د شخصي منافعو لپاره دی. هر خبريال دغه خبر په اوریدلو سره روحي شکنجه کیږي، پر کار تاثیر کوي. په کندهار کې د دغه څیرو وژنه دا د خبریالانو لپاره یو بد خبر دی. آخرین نوشته های نعمت روان در فیسبوک درباره آغاز کار جدیدش در وزارت مالی هستند، اما گاهی هم با پخش کردن تصویرهای بخش‌هایی از افغانستان از عشق به وطن نوشته و از زیبایی‌های کشورش گفته است. این نوشته ها از امیدهایی روایت دارند که نعمت پیش از رسیدن به آنها چشم از جهان بست.